این ویدیو رو تا آخر ببین، فرصتیه برای ما ایرانی ها که نتونستیم از وب 2 اونجوری که باید استفاده بکنیم، ولی میتونیم از وب 3 استفاده بکنیم. چرا؟ چون با تحریم‌ها به خوبی آشنا هستیم. وقتی صحبت وب 3 و متاورس میکنیم، خیلی ها میگن بابا عجب دل خجسته ای داری، کی حالا وب 3 میاد رو کار؟ شما دارید در موردش صحبت میکنید، ولی خبری که امروز براتون دارم اینه که وب 3 شروع شده، الان میشه دومین ثبت کرد تو وب 3، و تو این ویدیو میخوام به توضیح بدم چطور تو وب 3 دامین دلخواه خودتو ثبت بکنی. پسفنده مثل ETH یا اتریوم، پسفند SOL یا سولانا، پسفند .x، .bitcoin، .crypto و خیلی پسفنده دیگه که الان وب 3 باشون شروع کرده. اینی هم که دارم در موردش صحبت میکنم بحث یک ماه و دو ماه و یه سال نیست. همین یک دو هفته پیش سرویس های ثبت دامین تو وب 3 شروع به کار کردن. شما میتونی NFT ثبت بکنی دامینت رو، یعنی دامینت رو به عنوان یه NFT تو وب 3 ثبت بکنی، و دامیناش نسبت به وب 2 که دامینای .com بودن و .ir و .org امکانات و قابلیت‌های خیلی جالبی دارن. مثلا اینکه هیچکی نمیتونه از شما دامینتون رو بگیره، معمولا نیازی نیست سالانه هزینه پرداخت کنی بابت دامنه‌ها تو اکثر پسمندا، و خیلی جالبه، خیلی جالبه که وارد دنیای وب 3 بشین. تو این ویدیو می‌خوایم عملی بریم دامینمون رو تو وب 3 ثبت بکنیم. سلام، من رضا راد هستم، افتخار اینو دارم که برای اولین بار تو ایران دارم در مورد وب 3 صحبت میکنم و جز اولین افرادی هستم که تو دنیا میخواد وب 3 رو آموزش بده. اما ثبت دامنه تو وب 3 خیلی خیلی جالبه، یعنی شما راحت میتونید دامین تو وب 3 ثبت بکنی، هیچ نیازی به پرداخت دلاری نداری، همه چی با ارز دیجیتال انجام میشه. همین الان میخوایم بریم با هم دیگه انجامش بدیم. با من همراه باش تا آخر این ویدیو رو بهت یاد میدم چطور دامین تو وب 3 ثبت بکنی و اولین وبسایت خودت رو تو وب 3 راه اندازی بکنی. بسیار خوب، ما برای ثبت دامین تو وب 3 سه تا پلتفرم داریم که آن معتبرترین و بهترین پلتفرم ها رو براتون انتخاب کردم که بتونید باهاش سایتتون رو، یا بهتر بگم دامینتون رو ثبت بکنیم. چون تو ویدیوهای بعدی میخوایم سایتمون رو بسازیم، تو این ویدیو فقط میخوایم دامین رو ببینیم چطور میشه تو وب 3 ثبت کرد. پلتفرما زیادن و خوبی وب 3 اینه که تعداد پلتفرما زیاده، هر کی میتونه پلتفرم خودش رو راه بندازه، هر کی میتونه پسوند دامین دلخواه خودش رو راه بندازه، و در نتیجه چون انحصار دست یه شرکت خاص یا یه مجموعه خاص نیست، به احتمال زیاد قیمت‌ها خیلی خیلی پایین تر میاد، کیفیت کار خیلی خیلی میره بالا، کلن تعرفه ثبت دامنه تا حد امکان کمتر میشه. من اینجا سه تا پلتفرم رو براتون انتخاب کردم، یکی یکی باز میکنیم ببینیم هر کدوم از این پلتفرم ها چه کاری انجام میدن، چطور میشه توشون دامین ثبت کرد. پلتفرم اول ens.domains هست که یه کنترل پنل دیسنترالایزد یا غیر متمرکز برای دامین. خب میام اینجا تو همین سیستم go to app رو میزنیم، وارد app.ens.domains میشیم. اینجا میتونیم دامنه خودمونو به نوعی ثبت بکنیم. اولین چیزی که دیدین به محض ورود به این سایت برای من باز شد چی بود؟ متامسک بود. متامسک کیف پول ارز دیجیتاله که رو مرورگرتون نصب میشه، رو موبایلتون هم اپلیکیشنش رو میتونین نصب بکنین. شما کافیه تشریف برید تو قسمت extensions تو گوگل کروم و متامسک رو نصب بکنید رو گوگل کرومتون. دیگه نحوه نصب اکستنشن هم میدونیم که از اینجا اوپن کروم وب استور رو میزنیم و اینجا متامسک رو نصب میکنیم، سرچش میکنیم و نصب میکنیم. من الان اینو نصب کردم رو گوگل کروم، هم یه دونه اکستنشن برای گوگل کروم. به محض اینکه نصبش کردین یه گزینه کرییت ولت میاد که شما میتونید داخلش ولت خودتون رو بسازین و یه رمز بذارین رو ولتتون. من الان یه دونه رمز گذاشتم رو ولت، ولتام ساختم و آنلاک رو که میزنم ولت ارز دیجیتال من اینجا باز میشه. خب که حالا فعلا موجودیش هم صفره، باید شارژش بکنیم و باهاش دامینمون رو خرید بکنیم. پس هیچ نیازی به پرداخت دلاری نیست، پرداخت با پیپل و مستر کارت و اینا مثل دامینای قبلی، و میتونیم با ارز دیجیتال خیلی راحت خریدمون رو انجام بدیم. ارز دیجیتال هم که خود رو شک میدونین چطور میشه خرید دیگه. همه ما ایرانی ها حداقل نمیدونم یک صدم بیت کوین رو که نه یک هزارم بیت کوین رو داریم. خب تو قسمت سرچ من اسم دامنه مورد نظرمو سرچ میکنم، مثلا سرچ میکنم رضا راد سرچ، و اسم دامنه اینجا مشخصه که بازه.
این چیه پسوندش؟ .eth یا اتریوم؟ پسونده که تو سایت ens.domains میبینیم در واقع .eth یا همون اتریوم. شما توی این سایت ببینید میتونی مثلا برای یک سال دومینتو بخری 2000 اتریوم. 2000 اتریوم هزینه خیلی زیادی نیست، شاید کلن میشه 2000 اتریوم، شاید 2000 اتریوم. ببین اتریوم 3000 دلاره الان حدوداً، 3000 ضرب در 2000 باید بکنیم دیگه، میشه 6 دلار هزینه سالانه ثبت دومین توی این سایت میشه 6 دلار. ولی یه مشکلی که اتریوم داره اینه که گسفی یا همون هزینه سوختش زیاده. به ازای هر دومینی که شما یک سال بخوای بگیری یازده هزارم اتریوم، یعنی یه چیزی حدود تقریبا 6 برابر هزینه خود دومین رو باید بدی بابت فی پرداخت اتریوم. و این یه مشکل اساسی تو اتریوم که در مجموع شما باید 13000 اتریوم که میشه 37.22 دلار پرداخت بکنی. همش هم پرداخت با اتریومه. اگه میخوای پسوند .eth بگیری و تو شبکه اتریوم دومینتو ثبت بکنی، باید تعداد سالاتو بیشتر کنی. مثلا من پیشنهاد میکنم 10 سال بگیری که حداقل هزینه دومین 10 سالش با هزینه گسفی یکی بشه، در مجموع 82 دلار بدی برای 10 سال. خیلی به صرفه تره. ولی باز پیشنهاد نمیکنم تو این سیستمم بیای گسفی بدی و اتریوم دومینتو بخری. خب سیستم های دیگه هست که هزینه هاشون خیلی کمتره که حالا به توضیحش میدم. پس به طور کلی متوجه شدیم این یه سیستمی که میتونیم توش دومین ثبت کنیم. یه سری تفاوت من بهتون بگم. مثلا تفاوت دومین های وب 3 با دومین دات کام چیه؟ تفاوت اصلی اینه که یک، شما دومینت میاد تو کیف پول متامسکت و کیف پول متامسک کیف پول دیسنترالایزه که هیچ کسی بهش دسترسی نداره و به نوعی مثل بیت کوین میمونه. شما دومینتون دیگه تو این کیف پولتونه و با خودتونه، میتونید حملش کنید، هر کاری دوست داری میتونید با دومین بکنی. خیلی خیلی جالبه و هنوز اینا که خودم دارم میگم خیلی برای خودم یه چیز واقعا باور نکردنیه که مثلا یه روزی دومینا بشن مثل ارز دیجیتال، ما بتونیم به صورت دیسنترالایز یا غیر متمرکز بهشون دسترسی داشته باشیم. در مورد دیسنترالایز یه ویدیو دیگه اگه بخوام ضبط کنم، ویدیوامون میره سمت ارز دیجیتال، دوست ندارم از حوزه اصلیمون که وب هست خارج بشیم. همینجا بذارید بهتون توضیحشو بدم. دیسنترالایز یعنی به صورت غیر متمرکز. مثلا شما اگه میری دومین دات کام میگیری از سایت مثلا یه سایت ایرانی یا یه سایت خارجی، اون سایت دسترسی داره به دومینت، میتونه دومین رو ازت بگیره به احتمال زیاد. ولی وقتی یه چیزی میشه دیسنترالایز یعنی هیچ کسی نمیتونه این دومین ازت بگیره، حتی این سایتی که داری توش ثبت میکنی، چون همه چیز غیر متمرکزه. داده ها به جای اینکه یه جا دست یه نفر باشن تقسیم شدن دست هزار نفر. اگه هزار نفر بیان با هم جمع بشن میتونن دومین شما رو ازتون بگیرن که هیچ وقت چنین اتفاقی نمیفته. اینم که میگم هزار نفر، میخوام بگم این خیلی زیاده، مثلا شاید میلیون ها و ده ها هزار، شاید دست افراد خیلی زیادیه و همه اینا با هم دیگه یه قراردادی دارن که حتما همه باید تایید بکنن که این دومین شما از دسترستون خارجه. این ساده ترین چیزیه که میتونستم بهتون بگم. مثل میمونه شما مثلا یه رمز داری، هزار نفر این رمزها رو برداشتن، هر کسی یه حرفش رو برداشته، بعد این هزار نفر باید جمع بشن رمزها رو کنار هم بچینن تا بالاخره این رمز درست در بیاد و اون رمز اصلیه در بیاد. هیچ وقت همین هزار نفر این کارو نمیکنن. چرا؟ چون اگه این رمز درست در بیاد یکی میتونه وسط سوء استفاده بکنه. یه همچین حالتیه و بیشتر از این از دیسنترالایز نگم براتون. چیز خیلی جالبیه، شما میتونی به خودت به دارایی های خودت دسترسی داشته باشی. اتریوم، بیت کوین، اینا کلا دیسنترالایزن و این دامنه ای هم که شما ثبت میکنی دیسنترالایز. خب بریم سراغ سرویس بعدی. این سرویس فوق العاده است و زیر مجموعه اتریومه. سرویس بعدی سرویس بونفیدا هستش یا naming.bonfida.org. این زیر مجموعه سولانا هست. خب این سیستم ما بذارید در آخر کار ما باش کار بکنیم، الان سراغش نریم. بریم سراغ سیستم بعدی، unstoppabledomains.com. این هم متاسفانه با اتریوم کار میکنه ولی پسونده خیلی جالبی داره. مثلا من همون رضا اجراد رو توش سرچ میکنم، ببین میتونی دومینت رو ثبت کنی rezahrad.x 100 دلار، میتونی .crypto ثبت کنی .coin .wallet
بیت کوین .888.NFT اصلا پسوندا واقعا با آدم حرف میزنن، خیلی جالب تر از پسوندای خودمون مثل .com. حداقل این .x خیلی خوبه. شما اینجا یه مشکلی که دارین اینه که مثلا گوگل .x رو نمیتونی ثبت کنی، میگه این جزء یه برنده و شما چون اسم برنده نمیتونی ثبت کنی، مثلا میهن WPO نمیتونی ثبت کنی چون این به نوعی یه برنده و میگه که پروتکت شده و شما نمیتونی ثبتش بکنی، ولی ممکنه برندهای دیگر رو بتونی ثبت بکنی و یه خواهی مثلا بتونی یه برند رو ثبت بکنی، که اگه بتونی چنین کاری بکنی عملا شما بار خودتو بستی. اینجوری بهت بگم چون روش خیلی زیادی هست برای فروختن این دومین ها، به مزایده گذاشتنشون، فروختنشون و خیلی خیلی جالبه این قضایا که حالا با هم دیگه به اونم میپردازیم. پس اینم یه سایتیه که اینم با اگه اشتباه نکنم با اتریوم کار میکنه، کارمزدش بالاست، ولی جالبه که شما میتونی دومین مثلا با پسوند .x ثبت بکنی، خیلی جالبه. سرویس بعدی سرویس سولانا هست، یکی از سرویس های سولانا هست به نام bonfida.org naming.bonfida.org. این سرویس رو من خودم بیشتر از بقیه میپسندم. گزینه رجیستر دومین رو اگه بزنیم وارد میشیم، اینجا میتونیم هر دومینی که میخوایم رو ثبت بکنیم. خب من مثلا اینجا سرچ میکنم ارتانو و بهم میگه ارتانو.سول آزاده، میتونی بگیریش. حالا اگه سرچ کنم گوگل طبیعتا ثبت شده دیگه و یه نفرم ثبتش کرده. ببین این دومین چقدر مثلا ارزش میتونه داشته باشه. خب من ارتانو رو میزنم، ارتانو.سولو میخوام الان ثبت کنم. گزینه سلکت ولت رو میزنم، میگه یه ولت انتخاب کن که حالا استارتمون رو بزنیم. خب گت استارتد رو میزنیم، شروع میکنه یه ولت برامون ساختن. با چی؟ با توروس ولت، یه همچین چیزی ظاهرن. میگم خب اوکیه، ولت رو میخوام برام بسازش و میتونیم حالا یا با گوگل لاگین بکنیم یا با ایمیل ثبت نام بکنیم یا با توییتر یا با هر چیز دیگه. مثلا من با گوگل اینجا وارد میشم. خب ایمیلم رو اینجا انتخاب کردم، داره دیوایسم رو دیتکت میکنه و وارد میشه. حالا اینجا اسم ولتی که برام ساخت و باید یادم باشه توروس، که بعداً میدونم که دیگه میاد تو این ولت ثبت میشه. حالا بعداً باید با همین ایمیلم برم تو توروس ولت لاگین بکنم و به دومینم دسترسی داشته باشم. خب ولتو خیلی راحت ساخت. ببین نه چیزی ازمون گرفت، فقط یه دونه ایمیل، نه شماره موبایلی، نه احراز هویتی، نه اینکه کدوم کشوری. و جالبی وب 3 و بحث دیسنترالایز اینه که اصلا دیگه تحریم توش معنی نداره. رجیستر دومین رو میزنم. خوبی این سایت نسبت به سایت های دیگه، البته نسبت به این ENS، اینه که شما نیاز نیست سالانه هزینه پرداخت کنی و از اون طرف گس فیش هم خیلی پایینه چون رو شبکه سولانا هست. سولانا واقعا نرخ انتقال پولش پایینه و خیلی راحت با هزینه خیلی کم میتونی ثبت بکنی. Unstoppable domain هم باز همینطوره، شما one time payment داری و بعد از پرداخت مثلا بابت فرضاً بابت ارتانو.x اگه $500 پرداخت بکنی، این دیگه مادام العمر پرداخت شده و شما نیازی نیست که سالانه رینیوال انجام بدی، تمدید انجام بدی. این خیلی خوبه. خب من تب سوم انتخاب میکنم. اینجا میگه خب فیکس پرایس ما داریم و بر اساس طول دامنت ازت پول میگیریم. میگم بسیار عالی، رجیستر رو بزن. هزینه شد 14.93 فیدا. نمیدونم فیدا چیه، پس اینجا USDT رو انتخاب میکنم. تتر میشه 20 تتر. میگم بسیار عالی. نکست رو میزنیم. اینجا میگه چقدر فضا برای سایتت میخوای و خیلی جالبه. ما رو سایت هایی که الان راه میندازیم با این شبکه ها میتونیم فقط تا 10 کیلوبایت اطلاعات بذاریم و حالا تو ویدیوهای بعد بهتون میگم چه روشای دیگه‌ای وجود داره، چی کار میشه کرد. فعلا من 1 کیلوبایتشو میگیرم. میگه خب اینقدر سولانا هم باید بدی. سولانا الان یه چیزی حدود $100. خب اوکیه، من اینو همین قدر رو میدم، فکر کنم هزینه‌اش خیلی کم بشه. نکست میگه شما کلاً بابت تمام این چیزا $20 باید بدی. میگم بسیار عالی، پرداخت می‌کنیم. خب چی شد؟ نو توکن اکانت. میگه هیچ توکن اکاونتی اینجا نداری. خب بعد برگردم برم تو پروفایلم
و اینجا ببینم چطور میتونم توکن توی این حسابی که دارم، توی این کیف پولی که دارم اضافه کنم. اسم کیف پول چی بود؟ توروس. خب پس من اینجا باید وارد کیف پول توروس بشم. توروس ولت. توروس ولت دات آی او رو باز کرد. اکسس ولت رو میزنم. اول قبل از هر چیزی تو هر سایتی پرایسینگش رو ببینیم پرایسینگش چی میگه. گزینه در واقع پرو داره، دیولوپر داره. احتمال میدم این بعدا از همون بخواد که پول پرداخت بکنیم، چون اینجا پروش یه مقداری البته باید هزینه پرداخت کنیم و اینا. البته هزینه هاشون زیاد نیست. بذارید من اینو دیسکانکت میکنم، یه بار دیگه سلکت ولت رو میزنم ببینیم چه ولت هایی رو میشه انتخاب کرد. هر کدوم از این ولت ها رو بخوایم میتونیم انتخاب بکنیم. خب مثلا من سولت رو میزنم. خب میگه شما میتونی از فانتوم یا سولفلیر استفاده کنی. من فانتوم رو میزنم. فانتوم خدا رو شکر یه ولتیه که هزینه و اینام فکر نمی کنم داشته باشه. آره مثل این که یه ولت مجانیه. من برای کروم دانلودش میکنم و اد تو کروم رو اینجا میزنم، نصب بشه رو کروم، اد اکستنشن. ولت ها معمولا همه امنن، اکثرشون، مخصوصا اینا که خود سایت ها معرفی میکنه و میشه روشون حساب کرد. فانتوم رو میزنم، create a new wallet و یه رمز جدید فقط کافیه ایجاد بکنم اینجا. یه دونه recovery phrase بهم میده، میگه این چند تا حرف رو باید ذخیره کنی، اگر اینا رو گم کردی به هیچ عنوان به ولت دسترسی نداری. دو، هیچ وقت نباید اینا رو با کسی به اشتراک بذاری. پس من الان این تیکه ویدیو رو حذف میکنم که کسی این recovery phrase من رو نبینه. خب ذخیرش کردم، یه جن یعنی یادداشتش کردم این کلمه ها رو و این یه جورایی میشه گفت پسورد منه دیگه از این به بعد، رمز عبور منه. و گفتم ذخیره کردم، continue رو میزنم. حالا میگه که شما میتونی با این سه تا کلمه هر وقت خواستی فانتوم رو باز کنی. میگم بسیار عالی، اوکی و فینیش. فانتوم ساخته شد، الان داره کانکت میشه اتوماتیک به کیف پول فانتوم من. خب بسیار خوب، حالا که اکانتمون ساخته شد، همه چی اوکیه، باید بریم کیف پولمون رو شارژ بکنیم. خب من اینجا سولانا شارژ میکنم. پس از یه صرافی معتبر ایرانی یا خارجی میخوام که دیپازیت برام کنه سولانا رو. دیپازیت رو میزنم، سولانا رو میزنم. اینجا یه آدرس دارم، یه آدرس کیف پول سولانا دارم که میتونم اینو به هر کسی بدم، بگم برام سولانا بزن به این آدرس. خب به اندازه‌ای که لازمه. اندازه‌ای که لازمه چقدره؟ مثلا فرض کن $20 هزینه این ثبت دامینه بود، حالا میگیم $25 میگیم برامون بزنن به این آدرس. خیلی خیلی تعرفش هم، تعرف انتقالش هم کمه سولانا و این یکی از خوبیای سولانا است. حالا اگه بخواستیم اتریوم بگیریم باید یه تعرفه میدادیم، یه چند ده دلار میدادیم بابت انتقال اتریوم به کیف پولمون، چند ده دلار هم برای دامنه، هزینه‌مون خیلی زیاد میشد. ولی این سایت خوبیش اینه هزینه‌اش خیلی کمتره. خب پس من میرم توی یه صرافی و درخواست میکنم که $25 مثلا برام پول بزنن به این حساب که بتونم سولانا رو تبدیل کنم به تتر یا به هر ارز دیگه باهاش دامینم رو ثبت بکنم. بچه ها $30 انتقال دادم، هزینه نتورکش شد $0. اصلا یعنی هیچ کارمزدی بابت انتقال نگرفت. چقدر جالبن ارزهای دیجیتال. و همین الان شارژ شد، شاید کمتر از 10 ثانیه انتقالش طول کشید، چون من خودم از کیف پول موبایلی خودم انتقال دادم، از صرافی نگرفتم. خب $30 شارژ شد. الان کافیه بریم دوباره تو همون هوم رجیستر دامین رو بزنیم، اینجا اسم دامینمون رو وارد بکنیم .sol. جالبیش اینجاست که میتونید ایموجی هم بذاریم، مثلا 4 تا ایموجی قلب مثلا .sol، ولی خیلی جالب نیست به نظر، نمیدونم شاید هم بشه خوب فروختش. رجیستر رو زدم و اینجا میتونیم انتخاب کنیم که به چی میخوایم تبدیل کنیم. خب ببینیم تو این کیف پولی که من اینجا دارم امکان تبدیل هست، باید باشه.
میگه چقدر سولانا؟ میگم مثلا 0.2 سولانا میشه 20 تا. میگم 25 صدم سولانا میشه 25 دلار. یه تلرنس داره که اینو بذارید رو همون حالتی که هست بمونه. فیش هم که میشه 0.2 دلار که خیلی کمه. سواب و شروع میکنه سواب کردن برای اون، یه جوری تبدیل کردن. تمام انجام شد. حالا نکست رو میزنم. 1 کیلوبایت نکست کانفرم نو توکن اکاونت. یه بار دیگه زدم. آها ظاهرن اوکی شد. میگه تایید میکنی. ببین تا حتی اینجا کانکت میشه به کیف پولم. میگه تایید میکنی که پول برداشت بشه اینقدر سولانا. چک میکنی ببینیم چقدر سولاناه. 4000 سولانا که نتورک فیش هم اینقدر میشه. اپروف میکنیم. داره تراکنش رو میفرسته. تایید شد تراکنش. بعد اینجا میگه که 20 و آها میخواد تبدیلش کنه به فیدا. اینو 21 دلار از حساب کم میکنه، تاییدش تبدیل میکنه به فیدا، بعد از اون برداشت میکنه احتمالا. خیلی سیستم جالبه. ببینید بدون اینکه اصلا احراز هویتی کنه، بدون اینکه شبکه کاملا دیسنترالایز و خیلی هم فوق العاده ترسناکه، هم فوق العاده جالب و جذاب، مخصوصا برای من و شمایی که میخوایم تو این سیستم قانونی کار بکنیم و میخوایم بدون دغدغه تحریم کارمون رو انجام بدیم. اپروف و در نهایت تاییدش کردیم و دامینمون رو باید بسازه و بهمون بده. خب یه چند تا نکته رو من بهتون بگم. آها این دامینی که الان به ما دادیم. یه نکته خیلی جالب اینه که اینجا دامین اینفورمیشن رو داریم. آنرش رو میدونه که ماییم، اکانت سولانا ما رو داده و همه میدونن که این دامین مال این اکانت، هیچ اسمی رو این اکانت نیست، ولی اگه من برم بگم این اکانت مال منه و اینم کیف پولم، فرد مقابل قبول میکنه که این دامین برام. سل دامین رو میتونم بزنم و بگم که مثلا من این دامین رو میتونم به صورت فیکست پرایس بفروشم یا مثلا اوکشن کنم و بگم که مثلا من اینو میخوام اینقدر فیدا بفروشم. حالا نمیدونم فیدا چند دلاره، ولی میتونیم ببینیم فیدا چند دلاره، یه قیمت مشخص کنیم یا مثلا تتر براش در نظر بگیریم. میگم من اینو مثلا 1000 تتر، مثلا 10000 تتر میفروشمش. خب سابمیت میکنم. 500 تا برای خودش میگیره، 9500 تا من میگیرم اگر به فروش برسه. و میگه تایید میکنی که اگر کسی اینو پرداخت کرد سریع بلافاصله دامین رو بهش بدیم. میگم بله. و همین الان دامین من رفت برای فروش اگه کسی بخوادش با این قیمت. تو قسمت بیدز میتونیم لیست دامینایی که گذاشتن برای فروش رو، من گذاشتم برای فروش رو ببینیم. تو مارکت پلیس میتونیم دامینایی که بقیه گذاشتن برای فروش رو ببینیم و میتونیم ببینیم که چقدر دامین اینجا هست برای فروش و چه دامین هایی، چه اسامی جالبی. به هر حال این هم سیستم خرید دامین برای وب 3 بود. این دامین ها چطور کار میکنن؟ چرا اصلا خود بونفیدا.org نمیاد مثلا دامین با پسوند سول داشته باشه؟ ببین اینا روی در واقع DNS های اختصاصی خودشونن و الان خیلی از مرورگرهای جدید مثل بریو یا مثلا اوپرا که وب 3 هستن باهاشون میشه این دامین ها رو باز کرد. خب رو گوگل کروم کافیه یه سری اکستنشن و اینا کاربر نصب کنه تا بتونه دامین رو باز بکنه. یعنی این نیست که همین الان شما تا دامین رو ثبت کردی سعی بتونی ازش استفاده کنی، ولی تازه شروع کاره. 100% تو ماهای آینده گوگل کروم و فایرفاکس و تمام مرورگرهای دیگه از این پسوندا پشتیبانی میکنن، تمام DNS پرووایدرها پشتیبانی میکنن از این پسوندا و هر کسی میتونه رو این پسوندا سایت خودش رو راه اندازی بکنه. ما فعلا باید از این فرصتی که هست ثبت دامین تو هر کدوم از این پلتفرما استفاده بکنیم. فرصتی نیست که بگیم اگه از دست رفت ما بدبخت میشیم، ما بیچاره میشیم، دیگه هیچ راهی برامون نمیمونه.
این نیست، ولی فرصتی که ازش استفاده بکنیم هم خیلی خوبه. ببین مثلا تو همین حوزه ارز دیجیتال، من دیروز بود نشستم حساب میکردم، سال 95 اولین درآمدی که داشتم 4 میلیون تومان دادم یه دونه پژو آردی. بعد الان حساب میکنم اگه اون پولی که دادم بابت اون ماشین و ماشین مدل پایین رو داده بودم بیت کوین، کلی سود الان برام داشت. تقریبا پول فکر کنم شده بود 180,000 دلار اگه اشتباه نکنم، یا 100,000 دلار، یه چیزی تو این مایه ها. در نهایت پول کمی الان نمیشد. و بعد حساب کردم مثلا سال بعدش من یه ماشین خریده بودم 40 میلیون، اگه اون ماشین 40 میلیونی رو داده بودم دیگه چقدر پول میشد. ولی چیزی نیست که بابتش قصه بخوریم بگیم ای وای ما عقب موندیم، نه، من ضرری نکردم. ولی اگر اون کارو کرده بودم و اون روز اون فرصت رو استفاده کرده بودم، قطعا سود خیلی خوبی میکردم. پس سیستم جالبیه، ازش استفاده کنین، سعی کنین لذتش رو ببرین. ولی اینکه حالا من دیر رسیدم به این قضیه بخوایم بابتش ناراحت بشیم، یا اینکه ای وای کاش که مثلا این سایت بونفیدا رو من راه انداخته بودم، یا هر چیز دیگه ای، یا کاش اوایل دهه 90 گوگل رو من تونسته بودم برپا کنم، به نظرم فکر مهملیه. سعی کنید از فرایند، از روند استفاده کنید تا جایی که میتونید ازش استفادتون رو ببرید. اگر هم نشد مشکل خاصی نیست، در نهایت داریم دور هم دیگه یه سری چیزا رو یاد میگیریم و با هم دیگه رشد میکنیم. شاد و پیروز باشین و امیدوارم. آها یه چند تا نکته دیگه است که تو ادامه ویدیو بهتون میگم. ما یه سایتی داریم به نام OpenSea. خب تو OpenSea ما تو اوپنسی میتونیم بیایم هر NFT که داریم رو بفروشیم. خیلی همین روزا بحثش داغه که مثلا شما میری تو این سایت میتونی مثلا یه چیز هنری رو بفروشی. کلی هم دیدیم عکس میمون و اینا خرید فروش میشه توش. من و شما ممکنه به این عکس میمون و این نقاشی ها و این تابلوها خیلی علاقه نداشته باشیم، سرم در نمیاریم. برای من و شما یکم سخته درک این که مثلا این نقاشی چقدر پولشه. خب چرا مثلا داره هر کدوم از اینا، حالا اونایی که خوب ارزش خورده، 1,000,000 دلار مثلا خرید فروش میشه. ولی از دومین من شما سر در بریم. اینجا یه بخشی اضافه کرده به نام دومین نیمز که میتونیم دومین های دلخواه خودمون رو انتخاب بکنیم. و یه دومین هایی هست که خیلی خیلی گرونه. مثلا من see all items رو میزنم، اینجا کل دومینا میاد، پسفنداش رو میشه انتخاب کرد و اینا. همین دومینای .eth که اینجا هست مثلا با 80 دلار 30 دلار اینا میشه ثبت کرد، تو این سایت به قیمتای خیلی بالایی میذارن برای فروش. من اینجا فیلترش کنم بر اساس قیمت نداره. آها اینجا داره sort by های طولا. و ببین اینجا چه قیمت هایی گذاشتن برای این دامین ها. 5,000 تا اتریوم، هر اتریوم 3,000 دلاره، میشه 15,000 دلار یه دونه دامین. و دامینی که اصلا واقعا اسم خاصی هم نداره. نمیدونم، میتونید دامین های خیلی خیلی جالب و خوشبر رو انتخاب کنید، بیارین اینجا بفروشین و کلی سود بکنید. مثلا دامین پی تی وی و من اگه دات کامش هم باشه فکر نکنم بگیرم، ولی دومین های جمع و جور، تعداد حرف پایین، خوشتیپ، اگه پیدا بکنید اینجا راحت میتونید بفروشین و ازش سود بکنید. این هم یه روشیه. من خودم قدیم، شاید مثلا سال 90 وقتی تازه دومین های دات کام و دات های آر و اینا روند پیدا میشد کرد و فروخت و میدیدم یکی میفروشه، خیلی با این قضیه حال نمیکردم، گفتم ببین دلالی داری میکنین تو اینترنت. ولی الان دلالیه چون دیجیتال شده، نمیدونم، خودم باهاش موافقم، مخالفش نیستم. و چون دلالیه یه جورای آنلاین شده و اومده تو ارز دیجیتال، وجه خیلی شیک و پیکی به خودش گرفته. و آره میتونیم دامین خیلی خیلی خوبی بگیریم ازش.
خب همونطور که دیدیم ثبت دومین تو وب 3 خیلی خیلی راحته و هر کدوم از ما میتونیم تو وب 3 یه سایت داشته باشیم. از اون طرف دیدیم کلی آدرس آزاد تو وب 3 هست که میتونیم راحت ثبتشون بکنیم و سایت خودمون رو باهاش راه اندازی بکنیم. تو ویدیوهای بعدی شما رو بیشتر با وب 3 آشنا میکنم، بهتون میگم متاورس چیه. متاورس یه بخش کوچیکی از وب 3، اصلا چیز مهمی نیست و نبایدم زیاد تو فکر متاورس باشین. وب 3 رو بچسبین که اصل ماجراست. ویدیو رو لایک بکنین، تو کانالمون سابسکرایب بکنید، یه زنگولم کنار سابسکرایب هست اونو بزنید، به محض اینکه ویدیو بعدی رو گذاشتم براتون یه ایمیل میاد، نوتیفیکیشن هم تو موبایلتون میاد، راحت میتونید ویدیو بعدی رو بهش دسترسی داشته باشین و ببینید. چون این چند تا ویدیویی که تو چند روز آینده براتون منتشر میکنم و تو ماهای آینده میتونه زندگیتون رو متحول بکنه. داریم میریم سراغ یه سمت جدیدی از وب، یه نسخه جدیدی از وب که میتونه فوق‌العاده تاثیرگذار باشه رو زندگی کاریتون، چیزیه که تا الان کسی سراغش نرفته و بهتره ما اولین افرادی باشیم که میریم سمتش و ازش نهایت استفاده رو ببریم. موفق باشیم.